گاهی اوقات تعریف حیات شاید چیز دیگری باشه، شاید در سیاره دیگری موجودات دیگری باشن که حیات براشون اینطوری تفسیر نشه که تنفس میکنن، تولید مثل میکنن یا فتوسنتز میکنن. نه، حیات به شیوهای مختلفه. شاید در همین کره زمینی که ما داریم زندگی میکنیم در ابعاد دیگری موجودات دیگری باشن، غیر ارگانیک، یعنی ارگانیزم ندارن، ارگانیک نیستن، و این موجودات به عنوان انگل روح یا انگل در واقع جسم ما به ما هجوم میارن. این یک بحثی هستش که الان روانشناسی نوری داره روی این کار میکنه. یعنی شما نمیتونیم بگین که این غیر علمیه، کاملا داره علمی روش کار میشه، اندازه گیری میشه با دستگاه مختلف، با دوربینای مختلف، و دارن این ابعاد رو میسنجن. از اونجا که نظریه کوانتوم، نظریه ریسمان ها و نظریات دیگه هم خیلی کمک کرده و ابعاد مختلفی که در دنیا وجود داره در آن واحد، این علم داره پیشرفت خودش میکنه. خب پس ما نمیتونیم این قضیه رو نادیده بگیریم که امکان وجود موجودات غیر ارگانیک دیگری در اطراف انسان وجود داره که اونها مثل همین میکروب ها و مثل همین ویروس ها که به بدن ما میچسبن و از جسم ما استفاده میکنن، شاید اونها از انرژی روانی ما استفاده میکنن و با چسبیدن به چاکراهای ما یا چسبیدن به منافذ انرژیک ما، اونها حیات خودشون رو تقویت میکنن و از طریق ما یک سری لذت ها رو میبرند. این صحبت هایی که دارم میکنم باز هم میگم به دوستان ساینتیفیکی که احتمال داره حالا الان نیستم، شاید فردا ببینن ایشالا، اگه بتونه سیف بکنیم بذاریم روی استوری، خورده نگیرن بر من، برن بخونن، مطالعه بکنن علم نوین رو و ببینن دانشمنده و پروفسورهای کاملا لاجیکال، کاملا ساینتیفیک دارن همشون به این قضیه و به این مهم اشاره میکنن که بله، موجودات دیگری وجود دارند به نام موجودات غیر ارگانیک که شاید در قدیم، حالا در فرهنگ مسیحی ما داریم دیمونز بهشون میگن یا شیاطین بهشون میگن، اینجا بهشون میگن جن، اونجا بهشون تو شمنها بهشون میگن نوال، یا هر کسی هر چیزی، یا موکل، این چیزا که الان مردم خیلی هم میدونن. پس خدمت شما عرض شد که تا اینجا. اما حالا ما برمیگردیم به این که بیایم تعریف بکنیم، حالا این دوستمونم امتحان اسکیزوفرنی داره، در مورد اسکیزوفرنی. قدیم موقع که این علائم رو در قبایل یا در تمدن‌های بدوی میدیدن در یک نفر، این شخص به عنوان یک انسان مقدس شناخته میشد، لقب پیغمبری بهش میدادن و کسی که صدا بشنوه و وحی بشنوه و الهام بشنوه و تصویر ببینه، از نظر قدیمی ها یا توی قبایل سرخپوستا، توی قبایل آفریقا، در مصر باستان، در هند باستان، در همین ایران باستان خودمون، به عنوان انسان خاص مورد بررسی قرار می گرفت و به عنوان یک شمن یا یک جادوگر یا یک کسی که با عالم ارواح ارتباط داره، برای او احترام قائل، احترام ویژه‌ای قائل بودن، برای او خونه جدا می کردن، جاش از ده یا از اون کومه ها جدا می کردن و اون کسی بودش که ارتباط مردم بود با عوالم دیگه. قدیم همه چیز برای همه چیز روح قائل می شدن. اولین دین و اولین آینی که بشر بهش میرسه آین شمنیسم هستش. شمن ها میتونید در اینترنت چک بکنین که شمن ها کی هستن. شمن ها کسایی بودن که برای طبیعت روح قائل هستن. خرس بزرگ یک روح داره، درخت بزرگ روح داره، سنگ روح داره، کره زمین موجود زنده است، همه چی ویبریشن داره، وایبریشن داره، همه چیز زنده استش و براش روح قائل بودن. و اگر کسی علائمی که الان ما بهش میگیم اسکیزوفرنی و به عنوان یک دیوانه به اون نگاه میکنیم رو در اون زمان میداشت، حتما از اون به عنوان یک آدم مقدس و خاص یاد میکردن، به هیچ وجه بهش توهین نمیکردن و حتما یک منتور، یعنی یک در واقع دستیارم براش در نظر میگرفتن، یه ملا بنویس هم بغلش بود که اگر ارتباط برقرار میکرد تو اون حال هوا میرفت و چرت و پرت میگفت یا اون کلمات در واقع جیبریش هم میگفت، اون منتوره یا اون دستیاره هم مینوشت. هنوز هم که هنوزه شما اگر برین در خیلی از این دهات های ایران خودمون یا در جنوب اگر برین رقص زار رو ببینین، رقص زار هم میدونید که رقص جنگیری هستش دیگه، که میگن تسخیر شدن و این موجودات غیر ارگانیک بهشون حمله ور شدن و تسخیرشون کردن، با رقص زار و با موسیقی و صدای درامز و تبل کاری میکنن که این در واقع موجودات غیر ارگانیک از بدن اونها یا از هیئت اسیری اونها بیرون برن و فرار کنن. رقص زار سر میزنن و موسیقی میزنن و آدمای خیلی عجیبی هم مثلا میتونید در جنوب بریم و در مراسمشون شرکت بکنیم. این همین رقص زاریو که ما در جنوب داریم و
و برای بیمارانی که بهشون ما الان انگ اسکیزوفرنی میزنیم، اونا به عنوان تسخیر شده بهشون میگن. البته اونایی که نمیتونن کنترل بکنن این نیرو رو تسخیر شده محسوب میشن و مریض محسوب میشن. اونایی که این موهبت رو درک میکنن، اونها اتفاقا به عنوان پیامبران یا پیام آوران از عالم دیگه شناخته میشن، برای همین تربیت میشن. این همین رقص زار رو که ما با در واقع تبل میزنن و میرقصن، این شما تو آفریقا داریم، این همین رو ما توی سیبری داریم. شمنای سیبری تبل میزنن و در واقع اون موجودات غیر ارگانیک رو یا اون ارواح رو میگیرن. این همین رقص رو ما در تبت داریم. من در دارامسالای هند خودم حضور داشتم و به چشم خودم دیدم، در کاتماندو به چشم خودم دیدم کسانی که مدیوم هستن و حرف آخر رو اونا میزنن در خیلی از تصمیم گیری ها و ارتباط برقرار میکنن. توی فیلماشم بزنید توی اینترنت ببینین که اینا کسایی هستن که مدیوم هستن و این انرژی ها در اونا میان و اینا صحبت میکنن. نقاط مشترک برای احضار کردن و فراخواندن اینا، تمام این تمدن ها بدون استثنا از دود استفاده میکنن، حمام دود میگیرن. اون سرخپوسته کجا میدونسته ایرانیه که تو اینجا هست که اینم داره اینجا موجودات غیر ارگانیک رو میگیره یا مثلا جنگیره، اینم از دود استفاده میکنه؟ یا اونی که سرخپوستی که تو آمریکا جنوبیه جز مایاها یا اینکاها بوده، اون از کجا میدونست که با دود باید این کارو بکنه؟ چطور همه از آینه و آب استفاده میکنن؟ چرا؟ کی بهشون گفته؟ کی اون کسی که در هندوستان بوده، در فرهنگ سانسکریت هندوستان 15000 سال پیش بوده، از آب و آینه استفاده میکرده برای گرفتن این موجودات ارگانیک غیر ارگانیک؟ اون کسی هم که در مصر باستان بوده، در کتیبه که الان ترجمه میکنیم، اونم از آب و آینه استفاده میکرده؟ اونم که تو ایران خودمونه، تو این دهات اطرافمونه، نمیدونم ننه فلان، بابا فلان، اسمای عجیب غریبی که دارن که الان همه میشناسن اینا رو، شنیدین تو شهر، اونم از آب و آینه استفاده میکنن. اونا هم از صدای درامز استفاده میکنن یا دومرو دوم دوم صدا در میارن که این ارواح بترسن برن یا فرا بخونن بیان. پس شما بدانید تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها به همین راحتی. برای همین هم هستش که علم جدید ما علم روشن فکرانه، نه علم دوگماتیسم، یک علمی که بگه نه آقا همینه، نه چنین چیزی نیست. عالم جدید، عالم واقعی جدید میاد بررسی میکنه، میخواد ببینه آیا چنین چیزی وجود داره یا نه. حالا کسانی که باورهای دینی دارن، اومده براشون که آقا چنین چیزی هست. مثلا ما در دانشگاه اگر میخوندیم که دیدن اجنه یا ارتباط داشتن با اینها جزو بیماری روانی چیز میشه، خب از اونجایی که ما اعتقاداتی داریم و در دانشگاه اینها به عنوان پروتکل ثبته و ما مالا مسلمان هستیم، به عنوان مسلمان داریم اونجا درس میخونیم، اونجا معلمایی که اونجا بودن که یه مقدار مایه‌های دینی داشتن میگفتن که خب اینجا رو اصلا ما نمیپرسیم، اجنه وجود دارن، چون هم انسو گفتیم هم جن گفتیم. پس لطفاً این چیزا رو بذارین کنار که آی زشته و شما خرافاتی هستین و این حرفا از شما بعید. و ما همه اینا رو خوندیم، زیست شناسی بالاخره دانشمندا خوندن، دی ان ای میدونن چیه، ژنتیک میدونن چیه، فیزیک رو میشناسن چیه. با وجود تمام اینها ما داریم این چیزها رو الان میگیم و میگیم وجود دارن و هستن و اینها میتونن مشکل ساز باشن برای بشر و هم میتونن منافعی هم داشته باشن. حالا ما به این قضیه کار نداریم. پس تا اینجای مطلب من میخوام خیلی باز به این قضیه نگاه بکنم. حالا شاید امشب نرسیم تمام این در واقع راه رو بریم. ماندانه عزیزم.